سلام، من نازنین معتمدی هستم. سال نوتون مبارک. امیدوارم در سال جدید برنامه 37 درجه پر باشه از خبرهای شادیاور و امیدبخش. در این برنامه بهتون میگیم در معتبرترین مراکز درمانی دنیا چه قرص‌ها و داروهایی برای مبتلایان به کرونا تجویز میشه و تازه ترین تحقیقات در مورد دوز و خاصیت درمانی ویتامین C و ویتامین D برای این بیماری چی میگن. همینطور در این برنامه چرا فوتبالیست ها 3 برابر دیگران مبتلا به زوال عقل میشن؟ این درسته که مو و ناخون بعد از مرگ رشد میکنن؟ و چقدر طول میکشه تا یک عادت جدید در خودمون به وجود بیاریم؟ تا واکسن کرونا به همه برسه، محققا همچنان دنبال مؤثرترین درمان برای این بیماری می‌گردند. در سراسر دنیا صدها کارآزمایی بالینی روی داروهای مختلف داره انجام میشه که بیشتر این داروها تا حالا برای درمان بیماری‌های دیگه‌ای ازشون استفاده می‌شده. 3 گروه اصلی دارو داره برای درمان کرونا استفاده میشه. اول داروهای ضد ویروس، داروهایی که مستقیم ویروس کرونا رو هدف می‌گیرن و از ورود، تکثیر و پخش شدن ویروس در بافت‌های بدن جلوگیری می‌کنند، مثل رمدسیویر. دوم، داروهای ضد التهاب مثل انواع کورتون‌ها. و سوم، داروهای ضد انعقاد که باعث رقیق شدن خون میشن، مثل داروهای خانواده هپارین. با این حجم تحقیقاتی که داره انجام میشه، از کجا بدونیم کدوم دارو برای درمان کرونا مؤثره و کدوم قرص اثری نداره؟ برای جواب دادن به این سوال رفتیم سراغ دکتر کیوان زندی، استادیار ویروس شناسی دانشگاه اموری آمریکا. دکتر زندی، الان در معتبرترین مراکز درمانی دنیا برای درمان کرونای شدید از چه دارویی استفاده میشه؟ بسته به کشورهای مختلف، روندهای مختلف درمانی و سیاستهای مختلفی ممکنه به کارگیری بشه، ولی یکی از معمولترین و قابل قبولترین روش‌های درمان این هست که از 3 گروه دارویی استفاده بشه برای این مدل بیماران. داروهای ضد ویروسی که بتونن جلوی تکثیر ویروس رو در سلول میزبان بگیرن، که در حال حاضر ما داروی رمدسیویر رو داریم که این کار رو داره انجام میده، البته خب داروهای بهتری هم باید بیاد انشالله به بازار. داروهای ضد التهابی که اینها واکنش شدیدی رو که سیستم ایمنی بدن نسبت به عفونت نشون میده و باعث تخریب بافت ریه و سایر بافت‌های درگیر میشه، اون داروها میتونن جلوی واکنش شدید رو بگیرن. از اون جمله میتونیم انواعی از کورتیکوستروئیدها مثل دکزامتازون رو اسم ببریم. و گروه سوم داروها، داروهایی هستن که از انعقاد درونرگی جلوگیری میکنن، من جمله هپاری. آیا پزشکا ممکنه در مراحل ابتدایی کرونا یه داروی تجویز کنن و در مراحل بعدی بیماری یه داروی کاملا متفاوت؟ یعنی ممکنه داروی در مرحله خاصی از بیماری مؤثرتر باشه؟ بله، دکزامتازون و داروی کورتیکوستروئیدی در بیماری های ویروسی اگه در اول بیماری داده بشن غالبا خیلی خوب نیستن، به خاطر اینکه با سرکوب کردن سیستم ایمنی این اجازه رو میدن که ویروس بی‌محابا و به طور مهار نشده‌ای بتونه تکثیر پیدا بکنه. و داروهای ضد ویروسی هم اصولاً بهترین زمانشون زمانی است که اول عفونت باشه، برای اینکه بتونن جلوی تکثیر ویروس رو در سلول‌های میزبان بگیرن. همه این داروهایی که گفتید رو پزشک باید تجویز کنه. اگر کرونا خفیف باشه و کار به بیمارستان نرسه، در خونه باید چه داروهایی مصرف کرد؟ پاسخ من اینه که به هیچ عنوان هیچ داروی سرخودی نباید مصرف بشه برای بیمار، حتی بیماران سرپایی که به اصطلاح علائم بالینی شدید ندارن. بیماری کووید 19 بیماری هستش که از ابتدای بیماری تا زمانی که فرد بهبود پیدا کنه، اگر بخواد مداخله دارویی براش صورت بگیره، باید حتما تحت نظر پزشک باشه. بنابراین توصیه من اینه که با مراجعه پزشک، اگر پزشک توصیه کرد داروی خاصی رو باید مصرف بکنن، مصرف کنن. در غیر این صورت ما هیچ درمان خانگی خاصی رو براش نداریم. دکتر زندی با ما بمونید. دستگاه اکسیژن سنج انگشتی دستگاه ارزونیه، ولی میتونه گاهی جان آدم ها رو نجات بده. به خاطر اینکه بعضیا که مبتلا به کرونا میشن ممکنه علامت تنگی نفس نداشته باشن، ولی سطح اکسیژن خونشون به شدت افت کرده باشه و این کاربردیه که این دستگاه داره. اگه این دستگاه نبود نمیفهمیدم کرونا ریه‌ام رو عفونی کرده و باید به بیمارستان برم. در دورست در جنوب غربی انگلستان برای مبارزه با ویروس کرونا اکسیژن سنج‌های خانگی در اختیار مردم قرار گرفته. موج اول کرونا نشون داد که تنها رها کردن بیمار در خونه بسیار خطرناکه. بیمارانی با سطح اکسیژن به شدت پایین داشتیم.
در مواردی که به موقع تشخیص داده نشد بیمار در خونه فوت کرد. برای همین فکر میکنم وسیله ساده واقعا میتونه جون مردم رو نجات بده. اسم این دستگاه کوچیک و نسبتاً ارزون اکسیژن سنج یا اکسیمتره و سطح اکسیژن خون رو اندازه میگیره. حالا در انگلستان به مبتلایان کووید مثل مایکل کر که 65 سال به بالا هستن و افراد آسیب پذیر دیگه این دستگاه داده میشه تا اکسیژن خونشون رو کنترل کنن. اکسیژن سنج وسیله حیاتیه چون بعضی مبتلایان به ویروس با وجود سطح پایین اکسیژن مشکل تنفسی ندارن. این وضعیت خطرناکیه که بهش کم اکسیژنی خاموش گفته میشه. این نه فقط خیال من که خیال خانواده‌ام رو هم راحت کرده. پژوهش‌ها از زمان شروع همه‌گیری نشون داده که حتی کاهش نسبتاً کم سطح اکسیژن خون میتونه اولین هشداری به وخامت حال بیمار باشه. سطح اکسیژن از 95% به بالا طبیعیه. در حال حاضر به بیماران با میزان 93 و 94% گفته شده با پزشک خانواده یا اورژانس تماس بگیرن. اما اگر سطح اکسیژن 92% یا کمتر بود، باید دوباره اندازه بگیرن و اگر همون عدد رو نشون داد، مستقیم به بیمارستان برن. ولی در نهایت کار دنیس نیکلسون به بیمارستان کشید. بدون اکسیژن سنج هیچ وقت نمیفهمید که سطح اکسیژنش به طور خطرناکی پایینه. نمیخواستم به روی خودم بیارم. هی با خودم میگفتم خوبم، خوب میشم، از پسش برمیام. اگه این دستگاه نبود نمیفهمیدم کرونا ریه‌ام رو عفونی کرده و باید به بیمارستان برم. احتمالاً خونه میموندم تا خودم خوب شم. خیلی خوشحالم که این سرویس در اختیارم بود. اگه بیمارستان نمی رفتم احتمالاً همه چیز یه جور دیگه تموم می شد. فکر می کنم واقعاً زندگیمو مدیونشم. پزشکانی که پشت این طرح هستن میگن که تغییرات کوچیک در مراقبت از بیمار میتونه وضعیتش رو کاملاً عوض کنه. همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. دستگاه کمک تنفسی برای بیماران بدحال کووید حیاتیه. اما دستگاه ساده ای مثل اکسیژن سنج هم میتونه همونقدر مهم باشه. هرچه زودتر متوجه حال بد مریض بشیم، میتونیم جلوی وخیم‌تر شدن وضعش رو بگیریم تا به بخش مراقبت‌های ویژه نیاز پیدا نکنه. به خاطر اثر کرونا بر ریه‌ها، پزشکان میگن حالا همه باید برای حفظ جونشون یک دستگاه اکسیژن سنج در خونه داشته باشن. دکتر زندی، خیلی ها در مورد تاثیر ویتامین C و روی یا زینک سوال کردن. آخرین تحقیقات راجع به خاصیت درمانی این دو ویتامین چی میگه؟ کارهای زیادی انجام شده و همین الان هم کارهای زیادی در حال انجام هستش. کارآزمایی‌های بالینی مختلف در مورد ویتامین C و روی. در مورد ویتامین C ما تا حالا هیچ در واقع شاهد قوی نداریم که نشون بده که ویتامین C میتونه جلوگیری از تکثیر ویروس بکنه، ولی به هر ترتیب ویتامین C به عنوان یکی از ویتامین های محسوب میشه که میتونه در بیماری های مختلف من جمله سرماخوردگی های مختلف یه مقدار عوارض بالینی بیمار رو کمتر بکنه. بنابراین خوردن ویتامین C و یا روی در حد مجاز که اون هم باز بسته به شرایط افراد ممکنه اون حد مجاز متفاوت باشه مانعی نداره، ولی ما نمیتونیم قطعا قسم بخوریم که حتما اثری رو از اونها خواهیم دید. در مورد روی یه سری مطالعات در حد آزمایشگاه وجود داره که نشون میدن روی میتونه جلوی تکثیر این ویروس رو در حد کشت سلول و آزمایشگاهی بگیره، ولی هیچ مطالعه‌ای باز مجدداً در انسان ما نداریم که نشون بده که روی میتونه از تکثیر ویروس در بدن انسان هم به طور قابل توجهی جلوگیری بکنه. در نهایت پیام اصلی من این هستش که خوردن این دو مکمل حتما اگر هم میخواد انجام بشه باید تحت نظر پزشک و با دوز معین باشه. ما نمیتونیم اینها رو با دوزهایی که خودمون دلمون میخواد بخوریم. چرا انقدر مقالات علمی در زمینه خاصیت درمانی ویتامین D با هم متناقضه؟ تحقیقات نشون میده که ویتامین D میتونه از در واقع بروز و ایجاد گیرنده های این ویروس روی سطح سلول های میزبان در حد آزمایشگاهی البته جلوگیری بکنه. 10-12 ماه قبل بود که این شناسایی شد. برای همین هم از همون زمان خیلی ها فوکوس شدن روی ویتامین D و پتانسیل اون به عنوان یک داروی ضد ویروسی. ولی تحقیقات بالینی ضد و نقیض روش وجود داره متاسفانه. و
برای همین نمیتونیم خیلی بهش اطمینان بکنیم. ولی نکته مهم در مورد ویتامین دی این هست که مصرف ویتامین دی اگر بیش از حد مجاز و نرمالش باشه، به خاطر اینکه ویتامینی هست که محلول در چربیه و به راحتی از بدن دفع نمیشه، میتونه انباشت بشه و مشکلات بعدی داشته باشه. بنابراین ویتامین دی حتما باید تحت نظر پزشک مصرف بشه و اگر تحت نظر پزشک و به میزان معین مصرف بشه هیچ ایرادی نداره. ممکنه کمک کننده باشه، ممکنه اثری هم نداشته باشه در بعضی از افراد، ولی در نهایت میزان دوزش بسیار مهمه. بعضی از مخاطبامون گفتن که ایران آنتیبیوتیک براشون تجویز کردن، مگه قرار نیست که آنتیبیوتیک روی ویروس اصلا اثرگذار نباشه؟ ببینید، علل اصول آنتیبیوتیک ها داروهای ضد باکتریالن، داروهای ضد ویروسی محسوب نمیشن. ولی بعد از این داستان بروز کووید 19 در دنیا، ترکیبات آنتیبیوتیک مختلفی رو در حد آزمایشگاه روی ویروس کووید 19 تست کردن و دیدن که اثراتی رو داره. حالا به صورت غیر مستقیم در درون سلول میتونن جلو تکثیر ویروس رو بگیرن. در کشورهای مختلف از آنتیبیوتیک های مختلف استفاده میشه، من جمله آزیترومایسین و داکسیسایکلین که شما فرمودین، ولی هنوز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از آنتیبیوتیکا به عنوان درمان داروی کووید 19 استفاده نمی کنن. شاید اگه بخوایم خیلی علمی با قضیه برخورد بکنیم، استفاده از آنتیبیوتیکا تنها منفعتی که میتونن به طور واضح و قطعی برای ما در یک بیماری عفونی تنفسی در ویروسی داشته باشن اینه که از عفونت‌های ثانویه باکتریال جلوگیری بکنن. الان تلاش محققا و پزشکا در زمینه پیدا کردن داروی مناسب کرونا روی چه چیزی متمرکزه؟ الان تمام هموغم به این هست که دارویی که بشه خوراکی استفاده کرد بشه به مریض سرپایی داد و عوارض جانبی کمتری نسبت به رمدسیویر داشته باشه رو بتونیم پیدا کنیم. به خاطر اینکه داروی رمدسیویر که اصلی ترین داروی در دسترس هست الان برای بیماری کووید 19 به عنوان تنها داروی ضد ویروسی، دارویی هستش که تزریقیه و عوارض جانبی قابل توجهی هم البته داره. خیلی ممنون دکتر زندی. محققا میگن ضربه سر در ورزش احتمال ابتلا به زوال عقل و فراموشی رو زیادتر میکنه. تحقیقات نشون دادن که فوتبالیست‌ها 3.5 افراد عادی احتمال داره که دچار بیماری‌های تحلیل برنده عصبی بشن. دلیلش هنوز مشخص نیست، ولی همین آمار کافیه که زنگ‌های خطر به صدا در بیان. اینجا در بریتانیا در تمرینات ضربه سر زدن برای فوتبالیست‌های زیر 11 سال ممنوع شده. فوتبالیست‌های حرفه‌ای هم که یک عمر ضربه سر زدن الان به شدت نگرانن که ببینن تو این سال‌ها چه بلایی سر خودشون آوردن. 3 از مهاجمای سابق تیم ملی انگلستان، گری لینکر، آلن شیرر و ایان رایت، تصمیم گرفتن که مغزشون رو اسکن کنن تا ببینن علائم زوال عقل یا فراموشی دارند یا نه. ساندرلند در سال 1973 با ضربه سر دیو واتسون به فینال جام حذفی انگلستان رسید. واتسون یک مدافع میانی سرسخت و محکم بود. ضربه سرهای دیو واتسون برای ساندرلند، منچستر سیتی، نوتس کانتی، ساوثهمپتون و تیم ملی انگلستان اثرش رو گذاشته و حالا او به زوال عقل مبتلا شده. چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفته. آروم آروم و کم کم حافظه رو میخوره. وقتی ساوثهمپتون بودین، تو و کریس نیکول ساعتها توی تمرین از این ور باشگاه به اون ور باشگاه ضربه سر میزدین. درست میگی. تعداد فوتبالیست های بازنشسته مثل دیو که به زوال عقل مبتلا شدن داره بیشتر میشه. پنی از اتحادیه فوتبالیست های حرفه‌ای ناراضیه و میگه بهشون کمک زیادی نشده. بازیکنهای قدیمی الان به کمک احتیاج دارن و بیشترشون روز به روز بدتر میشن. میدونیم که قرار نیست چیزی بهتر بشه. این الکس پاپ بازیکن تیم ملی راگبی ولز. 33 بار برای کشورش بازی کرده اما بیشتر اونا رو یادش نمیاد. قاعدتاً باید یه عالمه خاطره داشته باشم، ولی فقط با تماشای دوباره بازی‌ها میفهمم که خوب بازی کرده بودم. از خود بازی چیزی یادم نیست. کلی از زندگی حرفه‌ایم هم همینجور. الکس 41 سال است. 3 دختر داره که کوچکترینشون فقط 2 سالشه.
پارسال براش بیماری زوال عقل زود رس تشخیص داده شد. به گفته پزشکا در طول زندگی حرفه‌ایش بیشتر از 100,000 ضربه خفیف به مغز الکس خورده. دنیامون زیر و رو شده، راه خلاصی هم نیست. روزهای اول که فهمیدیم خیلی بد بود، هنوزم خیلی سخته. دکتر گفت این بیماری هنوز هیچ درمان و علاجی نداره. این جمله تا چند هفته بعد از تشخیص از گوشم بیرون نمی رفت. اگر حتی فقط یک ضربه به مغزتون خورده باشه، 2.7 برابر بیشتر احتمال داره که بعداً به یک بیماری عصبی مبتلا بشین. فقط هم ورزشکاران حرفه‌ای در معرض این خطر نیستن. بازیکنان غیر حرفه‌ای هم در خطرن و همینطور کسانی که ضربه مغزی میشن. حالا اتحادیه فوتبال در بریتانیا اعلام کردن که تمرین ضربه سر برای بچه‌ها باید محدود بشه و گزارش‌های پزشکی زنگ خطری جدی برای فوتبال به صدا درآورده. بعضی وقتا باورم نمیشه بازی که اون همه بهش عشق داشت اینطوری بی‌رحمانه هوش و حواسش رو گرفته. وارد ورزش و فوتبال میشین و فکر میکنین که قراره از نظر جسمی و روحی بهتر بشین. طول عمرتون بیشتر بشه. فکر نمیکنین که در 60 و چند سالگی قراره به خاطر چیزی که عاشقش بودین دچار آسیب مغزی بشین. من واقعا نمیدونستم که پدرم چقدر ضربه سر زده. نمیدونستم که در تمرین ها سالهای سال هر روز بارها و بارها و بارها این کار رو میکرده. اون از هیچ کدوم گلهاش و ضربه سرهایی که با شوق یادش میاد پشیمون نیست، اما میگه که شاید اگر خطرش رو میدونست جور دیگه ای تمرین میکرد. نمیشه عصبانی بود. کسی مقصر نیست. اونا نمیدونستن. اما ما الان میدونیم و اگه کاری نکنیم مقصریم. من فکر میکنم لازمه قانونی درباره تعداد مجاز ضربه های سر برای همه بازیکنها باشه. نه فقط برای زیر 11 ساله ها. باید برای بازیکنان حرفه‌ای هم باشه. فوتبالیستای آماتور هم باید بدونن. همه باید در موردش بدونن. همین حالا تعداد زیادی فوتبالیست هستن که احتمالاً دارن فکر میکنن یعنی نفر بعدی منم؟ قرار منم اینطوری بشم؟ این درسته که ناخن‌های آدم بعد از مرگ هم رشد میکنن؟ نه، این باور غلطه. اما یک واقعیت زیستشناسی درش نهفته است. بعد از مرگ تک تک سلول‌های ما با سرعت متفاوتی از بین میرن. مثلا سلول‌های عصبی بعد از 3 تا 7 دقیقه میمیرن. جراحان پیوند عضو 30 دقیقه وقت دارند تا کلیه، کبد و قلب اهدا کننده ها رو بعد از مرگ خارج کنند. اما سلول‌های پوستی بیشتر زنده میمونند. پیوند پوست اگر بعد از 12 ساعت بعد از مرگ هم انجام بشه همچنان میتونه موفقیت آمیز باشه. ناخونهای ما هر ماه 3 میلیمتر رشد میکنن و هرچقدر سنمون میره بالاتر این میزان رشد کمتر میشه. برای رشد ناخون زیر بافت ناخون سلولهای جدیدی تولید میشه. سلولهای جدید که تولید میشن سلولهای قدیمی رو هول میدن به سمت جلو. برای همینه که به نظر میاد ناخونهای ما از نوک رشد میکنن. وقتی قلب از کار میفته در واقع رشد ناخون ها متوقف میشه. اتفاق مشابهی برای مو هم میفته، چون برای تولید سلول های جدید انرژی لازمه که معمولا با سوزوندن گلوکوز اتفاق میفته. بدن برای سوزوندن گلوکوز نیاز به اکسیژن داره. وقتی فرد میمیره قلب پمپاژ اکسیژن به سراسر بدن رو متوقف میکنه و برای همین منبع تامین انرژی از بین میره و در نتیجه تقسیم سلولی که باعث رشد مو و رشد ناخون هست از کار میفته. پس چرا این باور همچنان بین مردم هست که بعد از مرگ ناخونها رشد میکنه یا تحریش مردها رشد میکنه؟ دلیلش این است که ناخونهای ما واقعا بلندتر میشن، ولی چون پوست اطراف ناخون کم آب و خشک میشه بعد از مرگ ناخون بلندتر به نظر میاد. یا تحریش مردها به خاطر اینکه پوست بعد از مرگ خشک میشه برجسته تر به نظر میاد. در بخش نفس عمیق این برنامه لیگی وب نویسنده کتاب تاب‌آوری بهمون میگه چطور میتونیم عادت‌هامون رو تغییر بدیم و یک کار جدید چقدر طول میکشه تا در ما به عادت تبدیل بشه. این آخرین قسمت از مجموعه برنامه‌های تاب‌آوریه.
در قسمت‌های قبل با 10 اصل تاب‌آوری آشنا شدیم و حالا دانش و معلومات زیادی در این باره داریم. اما دانش همیشه مهمترین ابزار نیست. مهم اینه که چطور دانش رو به کار بگیریم. به این میگن درایت و خردمندی. در این قسمت توضیح میدم که چطور بعضی از اصول تاب‌آوری رو به کار بگیریم تا رفتار سالمی داشته باشیم. تغییر دادن رفتار و عادت ها اصلا آسون نیست، چون اساسا ما آدم ها بنده عادتیم و خیلی از کارها رو ناخودآگاه انجام میدیم. پژوهش ها نشون میده که حدوداً 28 روز طول میکشه تا یه عادت یا رفتار جدید در ما تثبیت بشه. اگه مدت طولانی عادت یا رفتار خاصی با شما بوده، تغییر دادنش ممکنه کمی بیشتر زمان ببره. عادت‌ها تا حدی شبیه تارای عنکبوتن که کم کم به کابل‌های ضخیم و محکم تبدیل میشن. اول رشته‌های نازک و باریکن و هرچی بیشتر انجامشون میدیم، محکم‌تر و ضخیم‌تر میشن، چون در ذهنمون ارتباطات عصبی ایجاد میکنن. با این وجود خیلی وقتا که نتیجه فوری نمیگیریم زود دل سرد میشیم. خیلی مهمه که صبور و با پشتکار باشین و مصمم به راهتون ادامه بدین. اگه همون کاری رو انجام بدین که همیشه انجام میدادین، همون نتیجه رو میگیرین که همیشه گرفتین. پس اگه نتیجه متفاوتی میخواین، باید براش تلاش کنین. من 5 نکته بهتون میگم که کمک میکنه عادت‌ها و رفتاراتون رو تغییر بدین. اولین نکته اینه که دقیقاً مشخص کنین چه عادتی رو میخواین تغییر بدین یا رفتار جدید مورد نظرتون چیه. نکته دوم این که تمرکز کنین. مسیر رسیدن به خواستتون رو تقسیم بندی کنین و قدم به قدم پیش برین. من خودم طرفدار پیشرفت گام به گامم، چون معتقدم همین گامای کوچیک به تدریج شما رو به خواسته بزرگی که دارین میرسونه. سومین کار اینه که به خودتون چالش 30 روزه بدین. 1 ماه کامل بازه زمانی خیلی خوبی برای دست به کار شدنه. یادتون باشه که باید پشت کار داشته باشین. نکته بعدی اینه که در برابر تسلیم شدن مقاومت کنین و ثابت قدم باشین. اگه هم از مسیر رسیدن به خواستتون منحرف شدین، دوباره به مسیر برگردین. و نکته آخر این که به خودتون جایزه بدین، چون ذهن عاشق پاداش گرفتنه. حس مطبوع جایزه گرفتن ذهن رو تشویق میکنه که رفتار یا عادتی رو که میخواین تغییر بدین. من از زندگی شخصی خودم و آدمایی که سخاوتمندانه قصه زندگیشون رو با من در میون گذاشتن درباره تاب‌آوری خیلی چیزا یاد گرفتم. همه ما یه نیروی درونی بزرگ داریم و نباید خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. همه ما در حال تغییر و پیشرفتیم. بهترین الگویی که میتونه الهام بخش شما در زندگی باشه خودتونی. اون بهترینی که میتونین باشی. برای تاب‌آوری این نکات رو در نظر داشته باشین. راهتون رو تو زندگی پیدا کنین و به شناخت عمیقی از خودتون برسین. نیمه پر لیوان رو ببینین و به جنبه‌های مثبت زندگی توجه کنین. کنترل عواطفتون رو در دست بگیرین. اینکه کدوم احساساتتون رو می‌خواین تقویت کنین. از همه فرصت‌ها استفاده کنین و برای بهتر شدن تغییر کنین. با سختی‌ها کنار بیاین، مشکلات رو بپذیرین و به فرصت تبدیلشون کنین. از خودتون مراقبت کنین. روابط سازنده و مثبت با اطرافیان داشته باشین تا هواتون رو داشته باشن. خاطرات ناخوشایند گذشته رو رها کنین و رو به جلو حرکت کنین. برای آیندهتون چشمانداز داشته باشین. بدونین که میخواین چه چیزایی به دست بیارین و چه جور آدمی باشین. حالا با همه این نکاتی که درباره تاب‌آوری یاد گرفتین، بیاین یه زندگی تازه رو شروع کنین. این آخرین برنامه از این فصل 37 درجه بود. یه مرخصی کوتاه به ما بدید بریم براتون برنامه‌های پربارتر و جذابتر تهیه کنیم و قول میدیم زود برگردیم پیشتون. تو این فاصله که ما نیستیم، ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. میتونید بهمون ایمیل بزنید siohaft@bbc.co.uk. آرشیو همه برنامه‌های قبلی ما در وبسایت BBC فارسی زیر پنجره تلویزیون هست. به امید دیدار.